خب دوستان عزیز، منو زخم کردید، این ویدیو رو برای من میفرستادید و خب براتون جالبه. این چنل دونز موویه، من سابش هم دارم، ویدیوهاش هم تک و توک میبینم. راجع به این چنل بخوام بگم که اولی که من خیلی چنل قبول ندارم، به خاطر اینکه میخوام توضیح بدم که چرا قبول ندارم. لایکش هم میکنم، به حال هر کسی که تولید محتوا میکنه ارزشمنده. به خاطر تولید محتوای جی بیت شده زیاد انجام میده و تولید محتوای جی بیت شده من دوست ندارم خیلی. مثلا چه میدونم نروبیانا دارن برمیگردن، نمیدونم فلان کلاس جدید بلید مستر و واردن داره میاد. خب من راستیتش قبول ندارم همچین چیزایی رو. یه سری چیزا شاید درست در بیاد، یه سری چیزا درسته، ولی بسیار از این چیزا درست در نمیاد. نه که تئوری که رفت و دوست دارم، ولی قاطعانه صحبت کردن مثلا وود دیمن هانتر کلاس بعدی، اسپک بعدی، خب من قبول ندارم این چیزا رو و برای همین بیشتر بعضی مؤسس میکنم مثلا کانتنتی ارائه میده که کلیک بیتتون کنه. این بکنن حالا در کنار اون این جای صحبت داره. خب مسلما یک عکسی پیدا شده که این عکس رو خودش به زودی الان نشون میده که اینه، که در رابطه با این عکسه. خب این تو ردیت پیدا شده، مسلما سورسش معلوم نیست ولی از تو ردیته، میدونم کی ساخته رو حالا کی لیکش کرده، که میگن این عکس سینماتیک بعدی اکسپنشنه. اول اینکه راستیتش 1% وجود داره و احتمالی وجود داره که این باشه. 1% وجود داره که این احتمال باشه، که این احتمال که این سینماتیک باشه 1% وجود داره، چون اعداد 1% هم بگیم یک هم یک عدد دیگه به حال ممکن هست، نمیگیم ولی خب عقل و قوانین و داستان به من این اجازه رو نمیده. اولا که من میدونم دونز مووی چی میخواد بگه. میخواد بگه این آدمی که اون پشته ایریدیکرانه، میگه اون کسی که اون پشت وایستاده ایریدیکران وایستاده، که خب رفته ایریدیکران نقش منفی اصلی این نسخه است که این پشت ایریدیکرانه، و میخواد بگه این فردی که اینجاست یک درد و خب اگر ما از داستانی بخوایم بگیم ایریدیکران اکسپنشن بعدی احتمال خیلی زیاد بیاد، چون که میدونید که همکاری میکنه با وید، نیروی وید، و بعید هم نیستش که ایریدیکران بخواد برگرده، چون میدونید چه اتفاقاتی در نسخه 10.1 رخ داده و این عکس رو داره مطابقت میده با سینماتیک شادولند که قبل از شادولند این عکس لیشکینگ در اومد، که این عکس لیشکینگ که در آینده شد سینماتیک بووار لیشکینگ ورسز سیلوان است. خب این درست از آب در اومد، ولی قاعدتا این عکس بسیار بیشتر با حق جور در میاد تا اون عکس که الان تماشا کردیم. یا همچنین این عکس از World of Draenor اومد که باز هم این عکس خیلی با کیفیت و قدرت بالایی داره، ولی این عکس جدید الان رو من خیلی نیستم. اول اینکه داره اشاره میکنه، میگه که این موجودی که اینجاست یک دردلورده، میگه یک دردلورد از دنیای جهان وارکرافته. خب از لحاظ داستانی میدونید که حاجی وارلاک هم براتون یه ویدیو گذاشت که سپاه سوزان احتمالا برمیگرده، توی پلیلیست داستانی من هم هست که دردلوردها بسیار شخصیت‌های مهمی هن که به کی خدمت میکنن، به ساید ناسریوس، و ساید ناسریوس فعلا نیست. ممکنه ساید ناسریوس به نحوی شاید در نبود سارگرس، و چون میدونید دیمن ها وجود دارن و دردلورد ها نفوذ در سپاه سوزان و فعل انرژی دارن، بله وقت جور در میاد. ولی از لحاظ ویژوالی چی؟ از لحاظ ویژوالی این موجود به دردلورد نمیخوره، چون مهمترین چیز یک دردلورد شاخشه و این موجود بیناموس شاخ نداره. حداقل باید یه چیزی اینجاش استارتشو بخوره، اینجا یه چیزی شاخ نداره دیگه، شاخش اینجاش که دیگه نیست، اینجاش باشه. و دردلوردا مهمترین چیزشون شاخشونه، چون بچهای ساید ناسریوسن هستن، بچهای ساید ناسریوسن. بعد یه چیز دیگه، دردلوردها دندونشون مثل خوناشامه، دندونای ریز، اصلا ماهیت و آرتی که بلیزارد کانسپتش رو در واقع این موجودات نترزیم به زبون خودشونه میشه آنسین گست، مهمان ناپیدا، که معنای دیگهش میشه درد لورد، اربابان ترس. اینو ساخته از روی ومپایرها ساخته و این موجود میشه شبیه اورک، دندون اینجوری داره. What the fuck. البته دماغ رو هم در نظر بگیم، دماغ هم نداره، چون که درد لورد ها یه جورای دماغ هم دارن، یه دماغ کوچولویی هم دارن. یعنی اگه دقت بکنید تمام آرت های درد لورد ها، همه آرتاشون دماغ هم براشون ساخته شده، می‌بینید که همشون یک دماغ دارن. از وارکرافت 3 تا شخصیت‌های دیگر شما بررسی می‌کنید، ملگانیس، تایکانریس، تمام بلنزار، تمام دردنوردا دماغ دارن ولی این نداره. آیا این استونبورن؟ استونبورن ممکنه باشه. بچه‌ها خوب دقت کنید، من اینو طالبش فکر نکرده بودم ولی الان، همین الان که دستم روش خورد، اگر دقت بکنید ممکنه استونبورن باشه. این نژاد استونبورنه که اینها هم یه جورای برادران دردلورد حساب میان. استونبورنا، ناترزیما و ونسیرها همشون مخلوقات ساید ناتریوسن که استونبورنا بیشتر سیای لشکر به حساب میان، در روندرس هم تماشا کردین. این موجود به استونبورن ممکنه بخوره، این رو احتمالش ممکنه وجود داشته باشه. ولی ما اگه بگیم این ناتروزیم، خیر و خیلی مهمه، بعید نیست ایریدیکرام با ناتروزیم ها هم کاری بکنم. ولی خب این قضیه اینجوریه و خلاصه بخوام بهتون بگم، هر آنچه که داستانی هم این بنده خدا رو توضیح میده و نمیدونم داره در واقع پیازداغش زیاد میکنه، به نظر بنده باز هم عقلانی جور در نمیاد که این موجود ایریدیکران باشه. میگه که این ایریدیکران دو تا شاخاشه، من احساس می‌کنم این شاخاش داره از شولرش میزنه بیرون و این اگه این کلش باشه، این یه شاخ، این یه جای عجیب غریبیه. البته ما بخوایم اینو بررسی بکنیم بگیم کلاه رو سرشه، خب چه این چه اینجا نکن، این سفیدی نوره و این اگه شاخ این شاخشه یه ردار روشه، اینجا چه نوره، یعنی پس کلش اینه و انگار شولر شاخمانند داره. متوجه هستین؟ متوجه حرف من هستین؟ پس این انگار اصلا به ایریدیکران هم نمیخوره ما بگیم ایریدیکرانه و این خیلی واسه من عجیبه. خود است این که این بنده خدا داره تمام تلاشش رو میکنه و در این ویدیو داره سعیش رو میکنه که بگه آقا این عکس ناتریزم هستش. راستش از لحاظ کیفیتی معتقدم که این عکس کیفیت بالایی در سینماتیک خواهد داشت. این عکس با عقل من جور در میاد که این عکس کیفیت بالایی داشته باشه، ولی الان اینو همینجا میتونید کلیپ هم بکنید. حاجی والاک هستم. اگر این واقعی باشه، این یک استونبورنه، میبینید که گوش بزرگ، دندون بزرگ، دماغ اینجوری بسیار شبیه چشم، حتی مدل چشما به این شبیه استونبورن خواهد بود. شاید استونبورنیه که گاردهای سایدناستریوسن، شاید پشت سرش سایدناستریوسه که داره میاد پیش ایریدیکران، داره میاد باش صحبت کنه. ممکنه بله، وای نات. ولی این داشون میگه اورک و این چیزا، اصلا اورک نیستش دورت بگردم. دلیل نداره بریزا تو سینماتیک اورک نشون بده، هیچ فایده ای وجود نداره که بخواد اورک نشون بده. چه اورکی؟ what the fuck، اصلا با عقل جور در نمیاد. خلاصه بخوام بهتون بگم این داداشمون کلیک بیت زیاد میکنه و طی این فشاری که شما من آوردید که میگید آقا اینه، به نظر من نه، این نظر شخص شریف بنده است.